یک سال گذشت. جمله‌ای که میشه خیلی راحت ازش گذشت، یا شاید هم یک کمی بهش فکر کرد. یک سال گذشت، سالی که با تمام خوبی‌ها و بدی‌هاش دیگه گذشته و ازش فقط یک مش خاطره مونده که میتونی ازش بگذری یا نه. بعضی وقتا هم میتونی مرورش کنی. یک سال گذشت و خاطره شد تا خاطراتمون تو جعبه قلبمون یک سال پیرتر بشن. یک سال گذشت تا جا برای خاطرات جدید تو قلبمون وا بشه. سلام. سلام. سال نو میلادی مبارک. امشب در ویژه برنامه سال نو میلادی ما برنامه‌های زیبا و متنوعی رو برای شما داریم و مهمان‌های زیادی در این استودیو حضور پیدا خواهند کرد که شما قطعاً از دیدن اونها لذت خواهید برد. امشب رو از دست ندین. مهمان‌هایی داریم که شاید از دیدن اونها سورپرایز بشین. پس تا انتها با ما باشین. در این بخش از برنامه یه مهمان ویژه داریم. این مهمان ویژه یکی از دشمنان اصلی من در سریال فاطمه گل هست. چرا اون وقت؟ حالا به زبون خودشون بشنوه. محمد جان خیلی خوش اومدی به برنامه. محمد جان بگو ببینم چیه، چه خبر؟ برای چی اینقدر با هم بدین شما دوتا؟ این آقا میخواست فاطمه گل رو بیچاره کنه. من نذاشتم، نمیذارم. من گوینده نقش راهمی بودم در فاطمه گل و البته هنوزم هستیم، مردم شاهده. و چقدر زیبایی فکر کردیم. یکی از هنرمندای ما محمد جان. یه سلام و احوالپرسی با بینندگان عزیزمون بریم. سلام عرض میکنم خدمت تمام بینندگان عزیز شبکه جم. در هر جای این کره خاکی هستین امیدوارم که روز و ساعت خوبی رو سپری کنید و سال نو میلادی رو پیشاپیش به همتون تبریک عرض میکنم. مرسی. زنده باشی. خواهش میکنم. سپاسگزارم. خب چه خبر؟ متشکرم. خبرو پیش شماست. مثل که ما مهمونای آخرتون هستیم آقا. ما تازه رسیدیم، رفتیم تو اتاق گیریم یه دوشی گرفتیم و سر صورتش شستیم. چشمو بس صفاس کردم، نمیگی دیگه جلوی آینه است. اینقدر خسته بودیم به خدا. یه سری گزارش تهیه کردیم در سطح شهر. خب و واقعا در سطح شهر کوالالامپور. بله. و واقعا خیلی جالب بود که عقیده ها، ایده ها، سنت های مختلف از در واقع مردم مختلفی که در این پایتخت توریستی هستن ما تونستیم تهیه کنیم و یه سری اطلاعات هم خب خودمون کسب کردیم. حالا هوا چطور بود؟ خوب بود، خیلی خوب بود. ما جاهای مختلف رفتیم، توی سطح شهر رفتیم، توی شاپینگ مال ها رفتیم. آره توی شاپینگ مال ها رفتیم. جالب بود، ولی خب یه سری مشکلات هم داشتیم که خب طبیعیه تو کار مدیا دیگه. مثلا مردم راضی نمیشدن به مصاحبه کردن با ایرانی ها. مصاحبه کردیم. این جالبه که برخلاف در واقع انتظار ما که حالا این فصل تعطیلات هست و به قول معروف بچه ها اهل خریدن همیشه حراجای زیاد و اینا همه بله. دوست دارن سفر در واقع بکنن به خارج از کشور، خیلی کم بودن ایرانی ها متاسفانه و ما
به خاطر این مسئله موفق نشدیم زیاد. شاید به خاطر مثلا مدرسه بچه. شاید این احتمالش هست. در صورت این تعطیلات سال نو فکر نمی‌کنم توی ایران که نیست. نه، من میدونم که فقط مثلا یه ممکنه نصف روز رو تعدیل کنن برای بچه‌های مثلا ارمنی، حالا یه مسابقه هم توی تلویزیون پخش میکنن و معمولا تو گزارش‌های سطح شهر که بچه‌ها میرن میگیرن با اتفاقات جالبی روبرو میشن که بعضن هم خاطره میشه و خب اتفاقاتی میفته که خیلی خاصه. چه اتفاقی برای شما افتاد؟ داشتیم اتفاقا یکی از اتفاقای جالب این بود که یک خانم چینی رو که لباس بابا نوئل پوشیده بود، من سعی کردم که باهاش مثلا ارتباط برقرار کنم و در واقع شروع کنم مصاحبه رو. خب توضیح دادم، ایشون خیلی شاد و خوشرو راضی شد و اومد و وایستاد جلوی دوربین. بعد من خب اسمشو پرسیدم، بعد ازش سوال کردم که حالت چطوره، بعد ایشون متوجه نشد چون این در واقع جمله که مثلا how are you دقیقا مثل مثلا how old are you، بعد ایشون متوجه نمیشد که من چی میگم، هی کلمه به کلمه میگفتم، بعد هی میگفتش که من 31 سالمه، بعد من هی تکرار میکردم، بعد از اون سوال گذشتم. چه خانم شجاعی بود، این آره، سنشو خیلی میکن. جالب بود واقعا، خیلی جالب بود. آره به خود. خب بعد گذشتی؟ بعد دیگه گذشتم رفتم یه سوال دیگه از ایشون پرسیدم، گفتم که خب خانم مثلا شما این لباسی که پوشیدی در واقع اصلا حکایتش چیه؟ بعد گفتش که لباس کریسمسه. گفتم خب این لباس بابا نوئل، شما میدونی بابا نوئل کیه؟ گفت بابا نوئل کیه؟ گفتم که بعد داره گفتم که خب این بابا نوئل یک شخصیتیه که برای بچه ها برای چه میدونم حالا کریسمس کادو میاره، اسمش سانتا کلازه. بعد حالا یه توضیح میدادم، بعدی میگفت نه نه این خیلی قشنگه، خوشگله، من پوشیدم اومدم. یعنی منظور شما متوجه نمیشد؟ اصلا متوجه نمیشد و من نمیدونم چرا اصرار داشتم که این گزارش ادامه بدم با این خانم. آره انگلیسی بعد چک کنم انگلیسی. الان گفتم آیه رومانی بگو چی میپرسید انگلیسی. در یه سری داستانا رو در یه بری زیر سوال ما میرفتیم. اصل داستان این بود که مثلا میگفتیم که خلاصه آقا مثلا شما چه جوری جشن میگیرید کریسمس رو؟ جمله‌ای که میپرسیدی رو بگو. اصرار داری شما اینکه من بیرون برنامه شما رو میبینم. حالا میبینی. دعوا نکنید. دعوا نداریم. دعوا نداریم. ازشون سوال میکردم که how you celebrate christmas. بعد مثلا what is your opinion؟ گفتم how you celebrate christmas. شما اون خانم چی شما متوجه شدی الان چی گفتم؟ نه این شنوایشون ضعیف شده چون کنار چرا چون کنار شما نشسته، بعد دیابت گرفته شیرین جان، این شنوای این زده به گوشش احتمالاً این اتفاق افتاده. من که کلا دلم با شما صاف نمیشه. تو طول یک سریال به این عظیمی در اصل شما تنها کسی بودید که هی چوب لای چرخ ما می‌ذاشی و نذاشتی آخر سر ما به فاطمه گل. معلوم نیست چیکار کرد با این آقای رومان عزیز. چرا نمی‌پرسی ایشون چیکار کرده خانم؟ این کینه به دلش مونده. ای داده بیداد. ما که شیرین عقلی بودیم که حالا به هر حال آره در ظاهر شیرین عقل بودی ولی خب در باطن من بگم آره شما میگم که این سریالای ترکیه ای انقدرم طولانیه، بعد شما هی این کینه و دشمنی تو اینو زیادتر شده با محمد. حالا به میونه کلامت شکر شیرین جان، خیلی شکر در شکر شد، شکرک زد. این جالبه که واقعا به قول یکی از دوستان خیلی خوبه، ما در طول این سریال ها با این نقشا دیگه زندگی میکنیم، واقعا خیلی جالب. تو بیشتر وقت هم خب اصلا احساس دلتنگی میکنیم برای اون شخصیت و بعضی وقتا اتفاق بدی که میفته با اون شخصیت ناراحت میشیم واقعا. خب این الان شما دلتون برای فاطمه گل تنگ شده؟ دارم برای فاطمه گل تنگ نمیشه، دارم برای اون شخصیتی که دارم میگم تنگ میشه، ولی خیلی وقتا هرس میخوردم از دست شما. حالا میخواین بعد برنامه یه صحبت با هم دیگه داشته باشیم؟ اینو دارم شیرینی‌ها زیاده، من چشم گرفته بالاخره. ولی خب شما نباشید شیرینی‌ها خوشمزه. حالا اشکال نداره، رژیم از فردا از شنبه رژیم میگیرم اگه اشکال نداره. بله میریم رو تردمیل و میدویم. به هر حال این هم حالا کاری بود که ما از دستمون برمیومد برای این برنامه و واقعا خیلی جالب بود این تهیه برنامه در سطح شهر و آشنا شدن با این مردم خوب و نظرهاشون و نظرهای حتی ادیان مختلف که چجوری جشن میگیرن. جشنهای ادیان مختلف رو پرسیدیم، اطلاعات تازه و خیلی خوبی رو تونستیم کسب کنیم. آره اتفاقا خیلی خودت هم جالب بود. آره برای من واقعا خیلی جالب بود رومان عزیز. و مثلا من از یکی از این آقایونی که توی گزارش ها هست، یه آقایی بود به اسم هشام و سوال کردم، ایشون یک آقای مالایی بود، خب یک مرد جا افتاده، سوال کردم که به چه صورتی هست. ایشون خیلی جالب اشاره کرد به ادیان مختلف، اسم ادیان اعیاد ادیان مختلف رو برای ما بردن که مثلا در دین اسلام ما اعیادی داریم که مثلا چه مثل عید قربان، مثل مثلا عیدهای در واقع
سال نوشون که همون در مالزی و در کشورهای مسلمان اونجوری که من متوجه شدم عید در واقع رمضان رو به عنوان عید سال نوشون در واقع جشن میگیرن. مثلا برای مسیحا کمین کریسمس هست که در فکر میکنم تا چند ساعت دیگه بله، چند دقیقه دیگه خیلی نزدیکیم. بله من ساعت ندارم متاسفانه. و به هر حال مثلا هندی ها عیدی دارن به اسم تایپوسان، بله. دیپاوالی دارن و مراسم مختلف خیلی جالب، خیلی قشنگه واقعا. این موضوعی که چند تا نژاد مختلف با احترام و آرامش توی مالزی دارن کنار هم زندگی میکنن واقعا قابل تحسینه. من بعضی وقتا واقعا توی این چند سالی که اینجا هستم حسودی میشه، چون میبینی که همش جشن، یه دفعه برای هندیا، یه دفعه واسه چینیا، واسه مالایای عزیز، و این احترامی که به هم میذارن، این احترامی مهم. که به عیدای هم و به سنت‌های هم میذارن خیلی خوبه که ما هم یاد بگیریم. نه محمد واقعا، بله واقعا واقعا من بی صبرانه منتظرم که بریم گزارش شما رو ببینیم. حتما. آره ممنون. حتما. خیلی ممنون. حتما. خیلی لطف کردی. البته ببخشید. بفرمایید شما بعد. نه خواهش می‌کنم. شما بفرمایید. البته این گزارش که آقای محمد در سطح شهر برامون تهیه کردن و ما در چند بخش برای شما پخش خواهیم کرد تا انتهای برنامه. و اگر که موافق باشیم بریم گزارش رو ببینیم. حتما. حالا بریم ببینیم. من در مابینش می‌خوام چند تا از این کادوارم باز کنم. نه دیگه دست نزن، کادو باید دکورم. نه دست نزن، حالا بعدا هم باز میکنم. مرسی، ممنونم. داریم با هم برنامه رو ببینیم.